به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما در این جلسه میخوایم راجع به علم کنترل در درجه اول صحبت بکنیم و اصلا بدونیم که اصلا در مهندسی کنترل ما به چه اهدافی میخوایم دست پیدا بکنیم در درجه اول، و در واقع جلسات بعدی میایم به اون مبحث اصلیمون که حالا کنترل یه خودرو هست توی فضای نرم افزار کارسی، اونجا اون هم حالا در سر موقعش صحبت میکنیم اصلا چی کار باید بکنیم. این چیزایی که الان درس میدیم مقدمه ای هست در اون مباحث که بفهمیم که اصلا یک سیستم دینامیکی باید با چه اهدافی، با چه رویکردی کنترل بشه. ببینید، ما توی یک درسی مثل دینامیک، توی درسی مثل طراحی مکانیزم، توی درسی مثل دینامیک ماشین، همچنین ارتعاشات، اینا درس های خیلی مهم مهندسی مکانیک هستن، همیشه میایم یه سیستم دینامیکی رو بحث میکنیم. مثلا سرعتش رو به دست میاریم، شتابش رو به دست میاریم، جا به جایی به دست میاریم. یه چنین کارهایی رو خیلی توی این حالا چهار تا درس بچه های مکانیک خیلی باهاش در واقع سر و کار دارن. حالا ساده ترینش اینه که شما مثلا به یه سیستم جرم فنر دمپر رو که حالا توی درس کنترل خیلی باهاش در واقع کار داریم، ولی رو در کل داریم میگیم مثلا یه سیستم جرم فنر دمپر رو که همیشه مثال پایه‌ای هست توی مهندسی مکانیک، مثل در واقع سلف و خازن و مقاومت هست توی مهندسی برق، در واقع مدل بنچمارکه. ما وقتی که میایم یه چنین سیستمی رو در نظر میگیریم، خب این سیستم نماینده از خیلی از سیستم ها هست که حالا شما توی طبیعت میتونید باهاش رو در رو بشید. مثلا میگم بال هواپیما، خودرو، چیزایی که شما میبینید، دوچرخه، کوره، خدمت شما عرض کنم، سماوری که آب جوش میاد، خیلی چیزها هست که شما حتی توی درس استاتیک، تو درس استاتیک که مثلا وقتی شما میاید به فرض مثال یک تیری رو با مقطع ساده که بهش میگن سیمپلی ساپورت بیم، در واقع این هم نمایندش اینه. یعنی شما اگه بخواید هر سیستمی رو که این عالم طبیعت چه استاتیک باشه چه دینامیک باشه بخواید توصیف کنید، در واقع مجبور هستید به چند سیستمی مراجعه بکنید. اساسا به این سیستم میگن لومپت پارامتر یا لومپت مدل یا پارامتر.
یعنی به صورت گسسته داره بررسی میشه. بنابراین شما تو درس استاتیک و دینامیک اگه بخوایم خیلی نگاه موشکافانه داشته باشیم، در واقع داشتیم این سیستم رو بررسی میکردیم، حالا با درجات آزادی مختلف. مثلا هم دوران داشته هم ایکس داشته. شما خودرو رو در نظر بگیرید، مجموعه خودرو در واقع یه چنین حالتی رو داره. میخواید براتون مثال بزنم که اینو کامل درک بکنید چرا اصلا من دارم اینا رو میگم؟ چرا میگم چهار تا درسی به نام دینامیک، طراحی مکانیزم، دینامیک ماشین، ارتعاشات که بررسی کردیم اینا چرا داریم میگیم؟ آخر این جلسه کاملا همه این ارتباطات رو کاملا میشه بهش دست پیدا کرد. من یه مثال خیلی ملموس رو برای شما بزنم که شما قطعا تجربهشو داشتید. شما یه خودرو رو در نظر بگیرید، من فرض بفرمایید که یه چنین خودرویی دارم. فرض بفرمایید من یه چنین خودرویی دارم. میخوام ببینم آیا این ادعایی که کردم که در همه در واقع پدیده هایی که تو طبیعت هست و دور اطرافمون هست ما داریم میبینیم، آیا اینها به این سیستم میشه اطلاقشون کرد یا نه؟ من ساده مثال میزنم به این دلیل که اگه بخوام بحث خودرو رو خیلی با جزئیات بگم نیازه که چندین ساعت، شاید بالغ بر 10 ساعت ما فیلم ضبط بکنیم که اصلا بگیم از جوانب مختلف بررسی کنیم و بگیم که یه سیستم خودرویی، حالا خودرو میتونه هم در واقع سیستم تعلیقش باشه، میتونه موتورش باشه، میتونه کابین باشه، همه اینها رو میشه وصل کرد به سیستم جرفنر دمپر. من جای دوری نمیرم، فقط به همینجا اکتفا میکنم. شما کافیه خودرویی که دارید توجه بکنید، زیر هر لاستیک، هر تایری شما یه سیستم جرفنر دمپر میبینید. یعنی شما اگه در نظر بگیرید کل وزن این خودرو بشه M، زیر هر، یعنی بالای هر تایری، هر لاستیک در واقع چرخ خودرویی شما کمک فنر میبینید، فنر میبینید که وقتی شما خودرو سوار میشید و دارید راه میرید، این تجربه رو معمولا داشتید اکثر شماها که ماشین بالا پایین میره، این در واقع همینه. میخواید دور بزنید ماشین به این صورت که وقتی دارید از یه پیچی دور میزنید، خب این دور زدن شما در واقع تتایی داره تو اینجا حس میشه. حالا تعداد درجات آزادی مختلف رو شروع میشه براش در واقع مثال زد. خب ببین این کلیت ماجراست. حالا چرا ما اومدیم سیستم جرفنر دمپر رو اصلا معرفی کردیم؟ دلیلی که سیستم جرفنر دمپر رو ما معرفی کردیم و گفتیم دروسی مانند ارتعاشات، دینامیک ماشین، طراحی مکانیزم، دینامیک رو خوندیم، دلیلش این بود و میخوام در نهایت وصلش کنیم به علم کنترل. اصلا ببینیم چرا گفتیم علم کنترل. ببینید وقتی من میام یه نیروی به این سیستم جرم فنر دمپر وارد میکنم و این فنر شروع به نوسان میکنه، مثلا فرض بفرمایید من وارد کردم F0 سینوس اومگا T، یعنی ورودی من به صورت سینوسی، و فرض میکنم سیستمم رو به صورت خطی فرض کردم، یعنی فرض کردم که یک درجه آزادی به سیستمم اعمال کردم به این صورت و گفتم که بیام حساب کنم جابجایی این جرم چقدره. فرض بفرمایید
من اومدم چون ورودی سینوسی دادم و سیستم رو خطی فرض کردم، حالا دلیلش رو بعدا بهتون میگم که چرا سینوسی میشه، یه چنین چیزی خواهد شد. این جا به جایی این جرمه. خب ما اینو وقتی توی دینامیک بودیم مثلا میخواستیم که یه سوالی که از دینامیک یادم بیاد، مثلا شما میخواستید بیاید پرتابه بررسی بکنید، یعنی بگید که من اینجا وایستادم یه گلوله رو پرت میکنم و این به این صورت میاد و اینجا فرود میاد. خب یه نیروی بهش وارد کردم و این رفته یه مسیری رو به اندازه مثلا L طول، در واقع مسیر رو پیموده، رسیده به اینجا. مثلا میومدیم نیرو رو حساب کردیم، میگفتیم اینجا جرمش هست. دارم خیلی کلی میگم، میخوام چون دلیل دارم. مثلا یه نیروی به صورت مماسی در نظر میگرفتیم، یه نیرو به صورت شعاعی در نظر میگرفتیم، یه چنین چیزهایی بحث میکردیم. یا مثلا توی دینامیک ماشین اگه یادتون باشه ما میومدیم چیکار میکردیم به دینامیک ماشین، میومدیم میگفتیم که ما دو تا چرخ دنده داریم اینو با امگا یک میزنیم، اینو با چند به این با چند میشه، مثلا این به شعاع مثلا آر یک بود، اینم به شعاع آر دو بود. مثلا میگفتیم که خب اومیگا دو چقدره، درسته؟ یا مثلا توی طراحی مکانیزم خدمت شما عرض کنم که میومدیم میگفتیم که اینجا بکشم، مثلا یک مکانیزم یک دو سه چهار لینکی رو مثلا میومدیم اینجا یه اومگا بهش وارد میکردیم، اینجا یه اومگا میخواستیم، مثلا میومد این مسیر رو حرکت میکرد، این مثلا میومد این مسیر رو حرکت میکرد. توی ارتعاشات، حالا تو مقطع لیسانس نه، ولی مثلا تو مقطع ارشد میومدیم مثلا یه تیر اویلر برنولی رو، البته توی دوره لیسانس هم آره یه قسمت هایی بودش، مثلا میومدن سفتی و فرکانس این تیر یه سرگیده رو به دست میاد، ولی خب توی ارشد اینو کامل میمودن مدلش رو حل میکردن، کاری نداریم. این F مثلا میگفتیم یه Fی داره باید میشه به یه تیر یه سرگیردار، حالا مثلا بعد میمودیم ارتعاشاتش رو حساب میکردیم، یعنی ورودی میدادیم ارتعاشات اون نوسانات سیستم به دست میومد. یه کار دیگه که مثلا توی ارتعاشات میکردیم اگر اشتباه نکنم اونجا مثلا میومدیم یه سیستم به این صورت، مثلا میومدیم خیلی این مرسوم بود، مثل این چیزی در زمین گفتیم، گفتیم نیروی F مثلا داریم وارد میکنیم بهش و اینو X1 مینامیدیم، اینو X2 مینامیدیم، بعد مثلا میادیم معادلاتشو مینوشتیم. خب
تمام این مثال هایی که من برای شما زدم و گفتم چهار درس داشتیم و اینا رو از دل اون درس در آوردن بیرون، اینجور بود. خیلی خلاصه بهتون بگم، خیلی وقتا برای شما اتفاق افتاده من اول اون مثال رو بزنم بعد بیام به شما بگم که چرا اینا رو گفتم و چرا این درس رو گفتم. وقتی شما ماشینتون تو خیابون خاموش میشه، شما مجبور هستی که یکی از پشت ماشین رو هل بده. یعنی اگر این ماشین هل داده نشه، در واقع شما ماشین رو نمیتونی روشن کنی. درسته؟ یعنی فرض بفرمایید ما یه چنین به این صورت، یعنی شما از انتها یه نیروی به این خودرو وارد میکنی و یه نفر پشت رول نشسته و میخواد این ماشین رو روشن بکنه، حالا به صورت یا دنده عقب یا دنده جلو. درسته؟ خب فرض بفرمایید وقتی ببینید این نیرو وارد میشه، قرار این نیرو وارد بشه و موتور ماشین شروع به حرکت بکنه و ماشین چی بشه؟ موتورش روشن بشه و بتونه حرکت بکنه. ما اساساً در علم کنترل به این میگیم حلقه باز. یعنی سیستم به صورت حلقه باز بررسی شده. من اینجا بنویسم حلقه باز، یعنی من یه نیروی وارد کردم، سیستم شروع کرده برکرد. همین، یعنی نیروی من باعث شده که سیستم به صورت داینامیک حرکت بکنه. حالا برگردیم این چهار تا مثالی که الان زدیم. من از اینجا شروع کنم، نیرو وارد کردم، شروع به نوسان کرده، اومگا وارد کردم یا سرعت زاویه به این چرخنده وارد کردم، چرخنده دومی شروع به حرکت کرده، به این سیستم جرم‌فنر دمپر نیروی اف صفر سینوس اومگا تی دادم، یه چنین دامنه ای برای ام حاصل شده. حالا جا به جا من اینجا وایستادم و یک گلوله رو پرتاب کردم، پس نیرو بهش وارد کردم، نیرو وارد کردم و این یه چنین مسیر رو در اثر یک حرکت دینامیکی طی کرده. توی اینجا یه تیره یه سرگیردار یه نیرو وارد کردم و این شروع کرده به نوسان کردن. مثلا در نظر بگیرید به صورت حرکت مثلا ایمپالس بوده یا مثلا به صورت حرکت پالس پله بوده، یا اینجا من خودرو رو هل دادم ماشین روشن شده، این شده حلقه باز، یا بهش میگن Opened loop. یا تو طراحی مکانیزم W1 وارد میشد، یه حرکت دینامیکی حاصل میشد و این شروع میشد مثل برفاکن ماشین. شما به برفاکن ماشین یه اومگا میدی و برفاکن شروع میکنه به حرکت کردن و شیشه رو پاک میکنه. درسته؟ حالا پس ما تا الان توی درس دینامیک طراحی مکانیزم دینامیک ماشین ارتباط شد حلقه باز سیستم رو بررسی کردیم. یعنی اصلا کاری نداشتیم که این سیستم کنترل میشه یا نه، این سیستم آیا این نیرویی که وارد میشه آیا به دردش میخوره یا نه، فقط میومدیم یه حسابی محاسباتی انجام میدادیم و در نهایت به یه جوابی میرسید. پس اینجاست که ما لازم میبینیم که وارد مبحثی بشیم به نام علم کنترل. ما در علم کنترل تازه میایم به این چهار تا درس در واقع چی میدیم؟ یک نمایش میدیم در این چهار تا درس. این چهار تا درس به مدد علم کنترل هستش که میتونه معنا پیدا کنه. وگرنه اینکه شما فرض بفرمایید شما به ماشین رو هول بدید، ماشین روشنش همچی بره، خب میره میخوره به در واقع مانع، میخوره یه نفر رو میکشه، اون به درد نمیخوره، نیاز هست یکی پشت رول بشینه، به موقع ترمز بگیره، به موقع وایسه، به موقع بره و همینا.
در واقع براش مطرح است. خب این شد علم کنترل. حالا من یه مثال ساده تری در ابتدای داستان به شما بزنم و اصلا به شما بگم که خب همه اینهایی که ما بررسی میکنیم اصلا به چه صورتی میشه نمایشش داد، چون نمایش همین هم خودش یه برواقع چالشی هست، چون هر کس بر اساس نگاهی که به اون سیستم داره میاد نمایش میده. خلاصه بگم در علم کنترل بی نهایت روش وجود داره که من این سیستم جنفنر دمپر رو بیام به صورت بلوک دیاگرام نشونش بدم. من مثال بزنم، الان شما وقتی بخواید یه معادله این سیستم رو بنویسی به چه صورتیه؟ این بر اساس قانون دوم نیوتن زیگما اف مساویس با ام ایکس دبل دات. و اگه من بیام بلوک دیاگرامش رو بکشم، بگم یعنی دیاگرام آزادش رو، این اف اینا عکس العملشونه، میشه کا ایکس بعد سی ایکس دات، اینم که اینجا ایکس، خلاصه اگه بنویسم میشه ام ایکس دبل دات به علاوه سی ایکس دات به علاوه خدمت شما عرض کنم کا ایکس مساوی با اف. درسته که اگر ما حالا ام ایکس دبل دات رو خدمت شما عرض کنم بیاین حالا این اف رو فعلا کاری نداریم که حالا چه فرمتیه، بیایم میگیم خب پس mx دبل دات بدون cx دات بدون kx مساوی f، mx دبل دات رو یه طرف نگه میدارم، منهای kx دات منهای kx منهای cx دات منهای kx به علاوه f، طرفین رو در یه m تقسیم میکنم، در نهایت میشه به این نتیجه رسید x دبل دات هست منهای cmx دات منهای kx m و به علاوه f mm، یعنی شتاب این بر الباقی میرن سمت راست معادله. من اگه مثلا اینو بخوام بیام توی بیام بلوک دیاگرام در واقع بلوک دیاگرام اوپن لوپش رو بکشم مجبورم بیام چیکار کنم؟ یعنی من اینجوری میرم، حالا ممکنه یکی دیگه اینو بخواد حل کنه با یه روش دیگه بره، من میام این کار رو میکنم. البته اینی که دارم میگم توی سیمولینک مطلب، حالا سیمولینک مطلب در واقع معرف علم کنترله، میام به راحتی اینجا دو تا انتگرالی میذارم. اینجا x دبل دات یه انتگرال بگیریم x دات یه انتگرال بگیریم x، x بیاد ضرب در کائمون میشه x دات من ضرب در cmon میشه و اینجا یک fmon میاد جمع میشن، این میشه x دبل دات و این دوباره بس میشه. یکی ممکنه بپرسه که خب این شما این انتها رو اومدی به ابتدا بس کردی، خب ما ابتدا رو به انتها بس کردی ولی اصلا کنترلی نیست، بهره کنترلی وجود نداره و صرفا یه معادله دینامیکی رو آوردیم به صورت چیز میشه به صورتی که بلوک دیاگرام نشونش دادیم. درسته؟ اساساً وقتی ما بخواییم تو علم کنترل دربارش صحبت کنیم و بگیم اصلا کل این اوپن لوپه، میان اینجوری میکشن، یعنی کل این رو فرض میکنن یک پلنته یا یک سیستمه یا پلنت فرقی نداره، میگن آقا جون ما یه نیروی F وارد کردیم، یه X ازش گرفتیم، همین
حالا تمام این پروسس دارن داخل این سیستم انجام میشن. به خاطر همین به این میگن اوپن لوپ. یعنی شما الان وقتی به این نگاه میکنی میگی که اصلا این ایکسش به افش وصل نشده، صرفا یه نیروی وارد شده و یه نیروی ازش استخراج شده، یک ببخشید جا به جایی ازش استخراج شده و دیگه کاری باش نداریم که اصلا این ایکس آیا به اف متصل شده یا نشده، که به این میگن اوپن لوپ، یعنی حلقه باز. حالا علم کنترل میاد میگه که ما اینو باید حلقه بستش بکنیم، یعنی در واقع میاد میگه که آقا جون ما باید بیاین، حالا من اینو به صورت خطچین براتون میکشم، علم کنترل میاد میگه آقا جون ما ایکس رو باید بیاین وصل کنیم به اف، حالا با یه روشی، با یه در واقع قانونی، که اینو من انشالله توی جلسه بعدی برای شما توضیح میدم که اصلا اینا برای چی هستن. فعلا ما اینو بدونیم که آقا این اوپن لوپه، این چهار تا درسی که ما پاس کردیم در واقع اوپن لوپ رو بررسی میکرد. خب امیدوارم که از تمام صحبت‌های من بهره کافی رو برده باشید.